گزارش‌های درآمدی و داده‌های RFP، همه آنچه باید در هفته پیش رو بدانیم. سلام و خوش آمدید به چشم‌انداز هفتگی ما. در حالی که گزارش‌های درآمدی در هفته پیش رو ادامه خواهند یافت، جلسات سیاست‌گذاری BOE و RBA و کنفرانس‌های مطبوعاتی نیز در مرکز توجه خواهند بود. همچنین ما با سخنرانی‌های پاول و سایر اعضای FOMC را دنبال کنیم و منتظر داده‌های شغلی مناسب در گزارش روز جمعه RFP باشیم. بیاییم نگاهی بیاندازیم به مهمترین رویدادهای هفته پیش رو. شماره 1. گزارش های درآمدی. هفته گذشته همونطور که انتظار داشتیم رکوردهای جدیدی در تمام شاخصهای اصلی والستریت تثبیت شد، در حالی که قرار هفته دیگه با مجموعی دیگه از رکوردهای جدید برای بازارهای سهام در پیش داشته باشیم. در جلسه هفته گذشته فدرال رزرو بانک مرکزی همچنان به اهداف اشتغال کامل و نرخ بهره متعهد بود. طبق آخرین داده‌های رفینیتیو تاکنون 303 شرکت از لیست S&P 500 گزارش‌های درآمدی خودشون رو برای سه ماه اول 2021 منتشر کردن و 87.1% اونها انتظارات رو برآورده کردن. در سه ماه گذشته اما میزان موفقیت در حدود 76% بود. در این هفته 139 شرکت دیگه از این لیست گزارش‌های درآمدی خودشون رو ارائه خواهند داد، از جمله اوبر، فایزر، AIG، لوفت، AMC و جنرال موتورز. S&P 500 در روند فعلی صعودی خودش سطوح 4230 و 60 رو مشاهده میکنه. با این حال برداشت فایده و خارج شدن از بازار توسط سرمایه گذاران در این سطوح میتونه خطر اصلی در هفته پیش رو برای اصلاح زیر سطح 4000 بشه. شماره 2. داده های NFP در روز جمعه. رویداد هفته مطمئنن گزارش اشتغال روز جمعه خواهد بود که تعهد اصلی فدرال رزرو در حال حاضر. ما انتظار داریم نرخ بیکاری 5.7% باشه که از رقم 6% ماه مارس کاهش پیدا کرده. پیش بینی میشه اشتغال بخش غیر کشاورزی نسبت به 916 هزار شغل ماه قبل در این ماه 950 هزار افزایش پیدا کنه. در حالی که انتظار رشد در بازارهای سهام و ارقام خوشبینانه اقتصادی رو هم داریم و بازده اوراق قرضه خزانه داری هم در حال رشد، شاخص دلار به بالاتر از سطح 91.20 رشد میکنه. با این حال از نظر فنی زیر سطح 91 انتظار میره که سطوح پایینتری در کانون توجه ها قرار بگیره. شماره 3. جلسات بانک مرکزی در انگلیس و استرالیا. جلسه تصمیم گیری نرخ بهره، بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی استرالیا در روز سه‌شنبه خواهد بود و تا زمان دستیابی به نرخ تورم هدف بین 2-3% هیچ تغییری در نرخ بهره و سیاست‌های پولی این بانک پیش بینی نمیشه، در حالی که از جلسه بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه انتظار داریم که برنامه‌های محرک اقتصادی و خرید اوراق قرضش کاهش پیدا کنه، زیرا اقتصاد انگلیس به شدت در حال بهبودی از بدترین رکود 300 سال گذشته است. در جلسه فوریه بانک مرکزی پیش بینی کرد که اقتصاد پس از 10% انقباض سال گذشته امسال 5% رشد کنه و با انتظاری که از جلسه بانک مرکزی و رشد دلار داریم، انتظار داریم روند نزولی بیشتری زیر سطح 1.38 برای کیبل داشته باشیم. و در نهایت شماره 4. داده‌های اقتصادی و سخنرانی‌های مهم. در تحلیل اقتصادی سواک این هفته دوشنبه داده‌های شاخص مجرا خرید بخش تولیدی موسسه‌های سن و سفارشات جدید هر دو انتظار می‌ره که رشد کنند و مثبت باشند. و در ادامه روز آقای پاول سخنرانی خواهد کرد. با این حال ما انتظار هیچ سورپرایزی از اون نداریم. و چهارشنبه داده‌های بخش خدمات موسسه ISM و داده‌های اشتغال ADP منتشر می‌شن، در حالی که سطح ذخایر نفتی ایالات متحده توسط EIA هم باید منتشر بشه. پنجشنبه ادعاهای اولیه بیکاری مهمند. با این حال معامله‌گران برای هر گونه واکنشی احتمالا منتظر داده‌های NFP روز جمعه خواهند بود و در طول هفته بیشتر اعضای FOMC از جمله رابرت کاپلان، جان ویلیامز، نیل کاشکاری، اریک روزنگرم و لورتا مستر صحبت میکنند. با تشکر از توجه شما به این ویدیو، امیدوارم که هفته پیش رو هفته پر از موفقیت.